الله الرحمن الرحیم. سلام های فراوان خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان پروگرام جهان ورزش تقدیم می دارم و امروز خوشبخت هستیم که با خود دکتر صاحب امرای ما هستن اینجا و پروگرام امروز خود اختصاص دادیم درباره مسابقه بسیار بسیار مهمه که سبا صبح ساعت 4:30 صبح از طریق زمین تلویزیون لایف پخش میشه. درباره از اون معلومات های برای شما میتیم و همچنان در قسمت اول پروگرام درباره تاریخ از آسیای جنوبی مسابقاتش که ساعت شکاب که تقریبا در سال 2013 افغانستان مقام اولی رو برد و امسال و فردا و دفاع میکنه از مقام خود. او رو یک هفته که ویدیو داریم و بعد از اون میاییم درباره کوچ ناو و پلیرا و امیرسی گیمی که افغانستان تا بال بازی کرده درباره از او برای شما معلومات میتیم و دکتر صاحب اما همچنان معلومات های زیاد درباره از این انشاءالله برتان داره. دکتر صاحب بفرما. دلوی چکتن پناما قدمان لیدن که پر سلام نو آشه چارم المعنزم دیر خوشحالم که بیا هم استاس پدران چوپاکیم جناب زبیجان عزیز پور ندیر مانن چه پده بختورا پده نیک آورا پده ده خوشحاله ندک آورا است که زه هم خپل پروگرام ترا بالا لایم چه ترگو تاس تر از لخوالا وکم اما هسته چه پیگی الحمدلله ده خدای فضل ده افغانانو شامل حال ګرځیدلې او د افغانستان ملي ټیم د فوټبال ملي ټیم د څلو د جنوبي د سویلي آسیا د تورنمنت کې چې په هندستان کې دایریږي د څلور مختلفو هیوادونو په مقابل کې لوبې وکړي او یو بیساري توګه د ټولې لوبې وګټلې او اوس د اتلولۍ یا قهرمانۍ وروستنۍ مسابقه چې انشاءالله سبا پینزو بجو د سهار پینزو بجو یعنی د تاسو د انګلیسي په حساب د سنډي په څلور نیمو بجو د طلوع نیوز مر نیوز همدارنګه د ایمان د تلویزیون د محترم ډاکټر صاحب نه ډېره مننه چې په بوړین تندي موږ ته دا هم موږ سره ومنله چې سبا له خیره همدا لوبه که خدای کول د ایمان د تلویزیون له لورې هم په ژوندۍ بڼه خپره کیږي نو انشاءالله دعا وکړئ چې خدای په دې لوبه کې افغانان سرولي وګرځوي. دوستای عزیز ای مسابقه تنها مسلې ګول و سپورت و توپ و ای گپا نیست. یک مسابقه است که در تاریخ 2013 هم افغان در دنیای ما افغان ها یک هیجان یک خوشی یک شادمانی بی‌نظیری را به وجود آورد که در اونجا در شمال شرق جنوب حتی که ولایت های دو دست همه پایکوبی کردن همه خوشی کردن همه سرور کردن همه بیرق افغانستان به اهتزاز در آوردن اتنا کردن رقصا کردن و او یک نمونه کامل سمبول وحدت ملی را نشان میداد که خدا اگر خواسته باشه سبا باز هم بخت نصیب ما شوه یا با ما یاری کنه و ما از این مسابقه سربلند به در بیاییم باز هم یک صفحه دیگه زرین در تاریخ سپورت افغانستان ورق خواهد زده شد. ما همه و پلیرای عزیز شما که فرزندای خود شما هستند به دعای شما ضرورت دارند. اونا از نگاه فیزیکی از نگاه جسمی بسیار زیاد کار کردند مگر آل امور در میدان میره با مور روحیه در میدان میره و دعای شما را میگه همیشه قوت قلب ما در میدان است. دعای شما یاری خداوند زحمت کشی ما انشالله کپ باز با افغانستان خواهیم برد. و همچنان بینندگان از قراری که دکتر صاحب گفتن این مسابقه افغانستان تا بال مسابقه های خود کل مسابقه های خود برده 16 گل زده و یک گل خورده. در مقابل هندوستان اونا تنها دو گیم بازی کردن که 6 گل زدن و یک گل خوردن و ما ویدیو هندوستان تنها خود هندوستان که دو تیم دیگه بازی کرده که اونا از در برکت خود یعنی در گروپ ای بله چی کرده که اینا تا حال در افغانستان در این تورنمنت بازی نکرده. در فاینال برامده ویدیو هایی داریم که از هایلایت های از هر گیم داریم براتون
و بریم پروگرام شروع کنیم. در قسمت اول درباره تاریخ است که چطوری شروع شد. البته در 2011 افغانستان به مقابل هندوستان مسابقه را باخته بود که مقام دومی را گرفت. در سال 2013 مقام اولی را در آسیای جنوبی و امسال هم انشالله به دعای شما و قراره که دکتر صاحب گفتن به دعای همه شما سوا ساعت و 4:30 بجه این مسابقه لایو از طریق ایمان تیوی میتونید شما رو ببینید. میریم درباره تاریخ از این ویدیو رو میبینید که 7 دقیقه است. منظور از جناب عزیز پرس تاریخچه همین تورنمنت جنوب شرق آسیا است. بله این ویدیو 7 دقیقه است رو میبینید. مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در سال 2013 دوره متفاوت از سایر حضورهای افغانستان در این رقابت ها. نیپالی ها برای دومین بار در تاریخ 20 ساله این مسابقات تا آن زمان میزبانی بازی ها را بر عهده داشتند. بازی ها در 2 استادیوم شهر کتماندو برگزار می شد. به افغانستان در گروه دوم باید به مساف تیم های بوتان، سریلانکا و مالدیف می رفت. برتری 3-0 مقابل بوتان و 3-1 مقابل سریلانکا در 2 بازی نخست افغانستان سود. افغانستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات را تضمین کرد. افغانستان در آخرین بازی مرحله گروهی با مالدیف روبرو شد و در پایان با این تیم به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت تا به دلیل تفاضل گل کمتر از مالدیو در رده دوم جدول قرار بگیرد و با مساف نیپال میزبان در نیمه نهایی برود. بازی مقابل نیپال یکی از بیادماندنی ترین بازی های تاریخ فوتبال افغانستان است. 17 سنبله سال 1392 شبه که برای دومین بار پیاپی در مرحله نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا حضور داشتیم و برای دومین بار پیاپی با نیپال در همین مرحله بازی میکردیم. گل سنجر احمدی، درخشش فقیریار در مهار 2 ضربه پنالتی و تلاش یک تیم برای خوشحال کردن یک ملت افغانستان را برای دومین بار به بازی نهایی مسابقات برد، جایی که باز هم برای دومین بار پیاپی در مقابل هند قرار میگرفتیم. افغانستان که 2 سال قبل در هند با نتیجه 4-0 بازی نهایی را به این کشور باخته بود، این بار فقط برای پیروزی و قهرمانی آماده بود. 2 گل مصطفی آزادزوی و سنجر احمدی برتری 2-0 افغانستان در این بازی را رقم زد و فوتبال کشور برای اولین بار موفق به کسب 1 جام شد، جامی که غرور، افتخار و خوشحالی افغانها در سرتاسر جهان را به همراه داشت. دهمین دوره مسابقات قهرمانی جنوب آسیا صفحه تازه‌ای را در فوتبال کشور باز نمود و فوتبال افغانستان را وارد مرحله جدید از حیات خود کرد. Good evening and welcome to the Dashrath Stadium in Kathmandu, Nepal, where Afghanistan and India will battle it out for the second time consecutively after their 2011 final meeting. Into the action right here at the Dashrath Rongsala Stadium in Kathmandu. Mustafa Hadid. Oh, that's a lovely delivery. Afghanistan have a chance here, and it's the first strike for Team Afghanistan. An early blow. So India has been picked back fairly early. But once again, it's Afghanistan trying to get that through, and it's a second goal for the Afghans. Sanjar Ahmadi has just made it 2-0 Afghanistan. Sunil Chetri. He's definitely got a chance here, but he puts it over the crossbar. And that's another save by Fakhriyar. Talk about defense. And it's sheer joy full time at the Dashrath Rongsala Stadium in Kathmandu, Nepal. Yusuf Kargar
champions of South Asia, the kings of the South Asian football region. بسیار خوش آمدین. از روزی که شما افغانستان در فوتبال قهرمان جنوب آسیا ساختین، دیدین که مردم افغانستان چه خوشی نکرد. سراسر مملکت در یک شور و هیجان و خوشی بود. جوانان مملکت در سراسر مملکت بیرون آمدن و جشن گرفتن. و این خوشحالی ما بعد از سالهای مصیبت و بیچارگی ما سببش شماست. با مردم افغانستان افتخار آوردین و خوشحالی آوردین. مبارکتان بازم باشه. کوشش 10 ساله حکومت افغانستان شما با یک روز 20 برابرش کامیابی آوردین. موفق باشین. اومدرس موفق باشین. موفق. اسلام الدین امیری، مشتبه فیض، آرش عاطفی، وحید ندیم، معروف محمدی، کرام الدین نیستم، سید علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال. می عزت متعال به اجازه جلالت ماهاب رئیس صاحب جمهور کشور، اعضای کابینه، مهمانان نهایت گرامی، ورزشکاران عزیز، ما به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان و به نمایندگی از تیم ملی فوتبال افغانستان، اولا پیروزی بزرگ تاریخی فوتبال افغانستان را که بر ملت ما و بر دولت افغانستان داشت، بر شخص جلالت مآب حامد کرزی تبریک و تهنیت عرض می کنم. ثانیه خوب بینندگان عزیزی، ویدیو را دیدین که چقدر بعد از اینکه تیم ملی افغانستان فوتبال افغانستان مسابقات آسیای جنوبی را بردن چی رقم تشویق شدن. البته آرزو داریم که فردا هم که با مقابل برابر شدیم بازی مسابقه را ببریم. به دعای شما در این قسمت میریم میبینیم که ما افغانستان البته یک کوچ نو پیدا کردن، پیتر شگرت، و اونا تقریبا 33 سال زیادتر تجربه کوچینگ دارن از جرمنی و همچنان مملکت های دیگر که درباره از دکتر صاحب انشاءالله براتون معلومات میده. اونا نو کوچی افغانستان را گرفتن یا به وظیفه خود شروع کردن و انشاءالله ثمرات کارش میبینیم. در این قسمت میریم ببینیم که کپتان تیم افغانستان فیصل شایسته و همچنان میبینیم که چطور تمرین های خود تقریبا یک ماه دو ماه پیش شروع کرده بودن و بچه های نوی که از اروپا و امریکا و دیگر مملکت ها آمدن برای کمک برای تیم ملی افغانستان، اونا رو میبینیم که تمرین هایشان چطور باشه و بعد از او باز در ویدیو های گیم میریم. خب میریم در این ویدیو. فیصل شایسته هستم، فوتبالر تیم ملی افغانستان.
فوتبال ما در آلند شروع کردم، در اکادمی آلند اف سی تونتا و هیرفین. بعد از اون رفتم در بلغاریا فوتبال کردم و فعلا در تایلند هستم. یک و نیم سال پیش مسابقه کتک کرغستان در دبی اولین مسابقه بود با تیم ملی افغانستان. بسیار خوش هستیم ما کل ما که در افغانستان آمدیم، در کشور خود ما، و ما میخواهیم یک نتیجه خوب بگیریم با مردم افغانستان، بر خود ما که نام افغانستان بلند بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شما شاهد ازی هستین که تیم ملی افغانستان در این ورزشگاه تمرینات خود آغاز کرده که روز شنبه بخیر به یک ترنینگ کمپ در قطر میرن. ما برای آمادگی ها به این مسابقات ترنر جدید بر تیم استخدام کردیم، بچه های جوان، بچه های با استعدادی که در بیرون از افغانستان در جایی که بودن فوتبال میکردن همشان دعوت کردیم. بچه های داخل همچنان تعداد زیادی از جوانایی که استعداد فوتبال داشتند و ای توانمندی را در تیم ملی داشتند همچنان دعوت کردیم. چند روز است که ترنر روی ازی کار میکنه و الحمدلله یک تیم خوب جوان و قوی را برای مسابقات جنوب آسیا آماده ساختیم. امیدوار هستیم که تیم ملی ما همچنان مثل دور گذشته از قهرمانی خود دفاع بکنن و یک بار دیگر بر مردم افغانستان افتخار بیارن و مردم ما را چند روزی خوش داشته باشن. فعلا در کابل هستیم، تمرین ها را شروع کردیم، بر یک آمادگی بگیریم بر جنوب آسیا و می خواهیم دوباره قهرمان جنوب آسیا شویم و مردم افغانستان خوش بسازیم. امروز تمرینات تیم ملی افغانستان در کابل شروع شد و ما آمادگی خود را میگیریم برای مسابقات سف گیم انشاءالله و بتانیم عنوان قهرمانی که دوره پیش کسب کردیم از او دفاع کنیم و مردم افغانستان خوش بسازیم. ای اولین تمرین تیم ملی فوتبال افغانستان بود. این انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال و ما بود که تمرینات از کابل آغاز کنیم. با خاطری که این تیم ملی فوتبال افغانستان است و این خیلی بر ما مهم است که سفر ما از کابل شروع شود. همچنان ما باید بگویم که بازیکنان زیادی به ترکیب ما اضافه شده و ما در کابل تمرینات سبکتر خود داشتیم و بعد از رفتن به قطر تمرینات و برنامه اصلی خود در قطر عملی می‌سازیم. این بر ما مهم است که بازیکنان افغان شامل در اروپا به کابل بیایند. خب بینندگان عزیز، شما آمادگی تیم ملی افغانستان را دیدین، بچه‌هایشان و همچنان کوچ نو. باز بعد از این ما میریم مسابقه اوله که قرار دکتر صاحبم گفتن سه مسابقه را تیر کردن، درباره هر کدامش گپ میزنیم، بازی بچه‌ها را میبینیم و مسابقه اولش در مقابل بنگلادش میباشد. بله که 4 مقابل 0 ما تانستیم با آسانی بنگلادش شکست بدیم. مسابقه دوم مقابل کی؟ مسابقه دومش در مقابل بوتان بود با. که او را افغانستان 3 گل زدن. 3 مقابل 0 ما بوتان هم فضل خداوند شکست دادیم. مسابقه چهارمش آخریش که باز ویدیوهاش سرش که پس آمدید، مسابقه آخریش در مقابل مالدیو بود که 4 مقابل این مسابقات مسابقه یکمک و مسابقه مشکل و باید جوانای ما زیادتر کار میکردن، چرا اونا آمادگی کامل گرفته بودن، کوچ خارجی داشتن، مگر یادی خداوند شامل حال ما شد که ما اونا را 5 مقابل 1 شکست بدیم. خوب بینندگان از این ویدیو را برتان میمونیم که ببینید که نام خدا بچه ها چی خوب بازی کردن و یک و کارهای کوچ نو پیرو شگرت ببینید که چقدر موفق است
و بریم اول در ویدیو اول دکتر صاحب مسابقه افغانستان در مقابل بنگلادش هایلایتش است بازوره که دیدیم میایم پس دربارش گپ میزنیم. که از سمت راست باید ارسال شود. باز کنید 27 ساله ما ضربه خوبی را زد. مسیح سیقانی هم پیش آمده. سید محمد هاشمی هم هست. باز کنید بلند قامت تیم ملی فوتبال افغانستان. این ارسال توپ از حسن امین. آن طرف تیر دوم. هنوز موقع هست و گل! گل برای افغانستان! ببینیم کدام بازیکن. بله مسیح سیقانی گل زد برای تیم ملی فوتبال افغانستان. روی ارسالی که از سمت چپ حسن امین داشت ضربه سر از تیر دوم و باز شدن دروازه بنگلادش گل برای افغانستان و حالا نتیجه 1-0 مسیح سیقانی بازیکن 14 و بازیکن خط دفاعی تیم ملی فوتبال افغانستان این گونه گلزنی کرد حسن امین ارسال کرد ضربه سر از زبیر امیری و اینجا کار تمام کرد مسیح سیقانی 1-0 بازی به نفع افغانستان افغانستان باز هم افغانستان صاحب توپ هست حسن امین یک پاس خوب حرکت ضد حمله از زبیر امیری حالا پاس او برای یار همتیمی فیصل شایسته و گل دوم برای افغانستان گل دوم برای افغانستان حالا نتیجه 2-0 فیصل شایسته کپتان محبوب شیران خراسان گل زنی کرد افغانستان 2-0 ما بنگلادش را در رقابت‌های دنیای فوتبال نبرده بودیم که حالا این تیم را هم تا اینجا بردیم حرکت بازیکنان افغانستان پاس زبیر امیری و ضربه تمام کننده کپتان فیصل شایسته کپتان هم حالا گلزنی کرد و زبیر امیری تا اینجا خوب و مؤثر برای تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کرده شما بازی دوست داشتنی ترین تیم ملی فوتبال دنیا افغانستان را می‌بینید مقابل بنگلادش در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا انجام داده دقیقه 41 این مسابقه پاس پشت مدافعین حرکت برای افغانستان هست برای زدن گل سوم و گل زبیر امیری فوق‌العاده است و 3-0 شد کار فستیوال گلزنی تا اینجا برا افتاده و زبیر امیری که پاس گل هم داده بود گلزنی هم کرد بازی را برد به سمت چپ جایی که نورالله امیری قرار داره خود امیری صاحب توپ هست ببینیم با این موقعیت افغانستان چه کار خواهد کرد یک پاس عرضی موقعیت برای شوت زنی بازیکن افغانستان خیبر امانی و این بار توپ را گرفت و گل و گل برای افغانستان و حالا 4-0 تعویض طلایی آقای پتر شگرت گلزنی کرد آرش هاتفی هم روی این گل تأثیر بسزا داشت و افغان‌های دوست داشتنی که در ورزشگاه حضور دارند همه خندان پتر شگرت خندان علی اسکر للی خندان فیصل شایسته خندان نورالله امیری چه پاسی داد این پاس خوبه آرش هاتفی برای خیبر امانی و در ریبوند دروازه رو برای بار چهارم باز کرد خیبر امانی 4-0 نتیجه قابل قبول و نتیجه خوب و درخشان برای تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین گام در رقابت‌های مقدماتی البته قهرمانی جهانی بینندگان عزیز در این مسابقه شما دیدن که نام خدا بچه ها چقدر با هم دیگه تیم ورک داشتن کنترل گیم به دستشان بود و بسیار بازی مخ کردن زبی جان همین چیزی که در این مسابقه در این بلخواسته
مرحله بازی چیزی که همه را به چی آورد که چطور این بچه ها یا پلیرهای افغان شکست نفس هستند یا به که دیگه خود احترام دارن و حتی در پیش گل که میتونه خودش گل بزنه یک پلیر دیگه رو میبینه که در یک موقع جای مناسب است و امکانات گل زیاد است به او پاس میپرده که یک بهترین چیزی است که در تیم وجود داره و طوری که ما مطالعه کردم میگه کوچ امیر روحیه را در اینا زنده کرده بله بله تیم ورک امیر زیگه بخاطر از اینکه پلیرها برای خود بازی نمیکنن بله مملکت خود برای افغانستان بازی میکنن و نام خدای فامیل گیم 4 مقابل 0 بردن و کنترل گیم تمام به دستشان بود از سر تا به آخر و یه خوبی دیگه بود که نمیمونن که تیم دیگه کنترل بگیره عموما که اون پوزیشن میگه که چقدر کنترل در بازی است عموما ما که میدیدیم هیچ قابل چی نبود با ما افغانستان 68 و دیگه 34-35 یعنی توی دوی با سیم بازی کاملا در کنترل تیم افغان بود و الحمدلله که امون نتیجه میتر چرا همیشه در حالت تهاجم هستن و هیچ امکان نداره که یک تیم که در حالت تدافعی است یعنی دیفنس بازی میکنه او امکانات بردش بسیار کم است از این خاطر است که کوچ هدایت میده که حمله اصل حمله 2-3-4-5 نتیجه میده بله البته نگفته نمونه که به تاریخ 24 دسامبر به هندوستان و به هندوستان در استیدیوم بود و بعد از او این مسابقه را بردن در مسابقه دوم خود که به تاریخ 26 دسامبر به مقابل بوتان بود این مسابقه را بازی کردن ویدیوی داریم که میخوایم براتون پاتیم ببینیم بازیشون شما دکتر صاحب بگن چیز علاوه یا مسابقه دومه که امره مالدیو بود مالدیو هم مسابقه پیشتر شد در مقابل تیم دیگه ما دیدیم اوقدر زیاد یک تیم پرتحرک نبودن و روحیشان با کلی ضعیف بود از شروع بازی که آمدن اینا میخواستن نمیده که من پیشتر تذکر دادم میخواستن که با سیستم دفاعی مسابقه را ببره که امکانات برد با کلی کم است افغان ها از این استفاده کردن و حملات خود شروع کردن وقتی که یک گل داده شد و تعقیب تمام گلای افغان ها یکی باید دیگر آمد خب میریم به ویدیوی دیگر که در مقابل بوتان است و این در تاریخ 26 و باز بعد از اون پس میریم دکتر صاحب در گیم مالدیو بینندگان عزیز میبینیم که بچه های ما با کالای سرخ چقدر کنترل دارن و پاسنگشان چقدر مقبول نمیمانند که تیم مقابل توپ با کنترل خود بگیرن دوستان عزیز پیشتر در بین افغان ها رواج بود که هر کس توپ بسیار اوایی زد و بسیار بلند زد و او خوب پلیر است مگر آل دنیای امروز ساکر یا فوتبال اروپایی او رو با کلی تغییر داده شما میبینین بارسلونا را حتی در دسته قدمی ده ها پاس به که دیگه خود تبادله میکنن چرا این باعث از این میشه که عریف زیاد بدود عریف زیاد کنفی شد و این کپتان تیم است که با چی مهارت توپ از سه مدافع تیر کرد و در طرف راست گل شد کرد که اولین گل مقابل مالدیو بود بله فیصل شایسته که کپتان تیم هم بود اولین گوله و به چقدر کنترل خوبش چه خوب یک پاس برش آمد و به بسیار آرامی ای گوله گل زد و تایمینگش هم بسیار مقبول که تانست که هم دفاع تیم مقابله بشکنانه و هم گولیه همینجا یک کمک وارد در این بازی که میبینین در اینجا متاسفانه مدافع طرف راست تیم ملی ما نمیفهم مانده بود نمیفهم که به توپ ارزش خاص قائل نشد پاس منداخت به نفر خود که امی پاس به قدر کافی ضربه نداشت که به تیم به تیمش برسه یعنی به تیم دیگه به خودش برسه از اون خاطر این اولین مستیک دفاع ما بود
که و اولین گل که تنها گل بود همین تنهایی که در کل تورنمنت در کل تورنمنت گل خوردیم دیگه نخوردیم. البته میبینیم که بازیکن از ما به بسیار تیزی آمد و یک اشتباهی از طرف دفاع ما شما بود و متاسفانه گل خوردیم. بازیکن از اونا از مهارت خاص برخوردار بود، کنترل خوب داشت، 3-4 نفر بازی داد و گل کرد. در اینجا وظیفه گلی بود که یک کمک کار محافظه کارانه برآمد. بله. نه صدی مستقیم. وقتی که او برآمد، دیفندرها پرسر آمدن، یه نتونستن که موقعیت اما موقعیت خود را تعیین کنن که چطور در توپ بزنن. اصلا خوب میبینین این گل دوم است که پس می افغانستان این گل سیم بر افغانستان است. خدا. نام خدا آذربایجان. ای گل که از طرف نمبر 19 پوپالزای افغانستان امید پوپالزای با کلی ما را هیجان ساخت. گل زدن در او کارنر یا در او کنج گل که ما میگیم 90 درجه درجه 90 گل زدن بسیار مهارت میخواهد و الحمدلله که این بچه از او مهارت اگرچه گل کپر میفهمد توپ اونجا میاد اگرچه خیز میزنه مگر نمیتونه توپ مهار کنه و این یک امید بسیار قوی به تیم افغانستان است. ما در مسابقه پیشتر امین فیصل کپتان تیم هم امتو گولاره از 33 یاردی به تیم افغانستان داد. امید جان پوپالزای که البته میفهمیم از اروپا آمدن و برای تیم نیدرلند به خیلی بازی میکنن و اونا هم این گول زدن. این گول دیگه است که گول اول فیصل شایسته است. ببینیم که گول سیوم چی قسم است. گول سیوم هم دلچسب گول است و فکر میکنم که او را ببینیم به طرف کارنر دینامو. نه این گول دو اول از اوناست که ریپلی است. ریپلی میکنن. دوباره نشان میده. ببینید چقدر هیجان است، چقدر مردم بخش از این تماشای از این گیم آمده. متاسفانه که افغانای بیچاره مهاجر هندوستان 3-4 نفر به دیدن می آید. ای کاش دولت ما تسهیلات را وضع می کرد که 10 تره تماشاچی به هندوستان می رفتن و اونا مسابقات وطن خود می دیدن، جوانان خود را دولت تشویق می کردن. دیگه این گل که شوتی کردن که با سمر نرسید و آل گلکیپر ما دیگه آل تو باز در دست مهاجمین افغان است و دیده شود که از او چی جور انشالله میکنن. تو به طرف چپ است، به طرف مرکز آمد و تو فکر میکنم کارنر شد و امکانات زیست. این پلیر نمبر 3 را که شما میبینین باور کنین که ما یک علاقه خاص به بازیزی دارم، بسیار یک انسان خونسرد، بسیار آرام و بسیار پتر. اینی آرش است که توپ کنترل کرد و بابای چپ خود ضربه زد و گل، یعنی گل احمد آرش که با بسیار مهارت توپ کنترل خود آورد و چون این آرش پای چپ پای اصلیش که بازی میکنه یا شوت میکنه نیست، مگر تانست باز هم با پرکتسی که داشت توپ با پای ضربه پای چپ وارد گل عریف ساخت که ما انشالله گل سوم ما و با اونا. البته میخوانیم گفته که آرش جان از بچه های خود ما هستن، از دکتر صاحب بچه شان هستن و همچنان با تیمای لوکال بازی کردن برای ما اینجا و افتخار است برای ما که یکی از بچه های خود ما زیر رفتن و گل زدن. این ریپلیش میبینیم؟ بله بازم ببینین با ضربه پای چپ مستقیما گولی اگرچه دمونجا بود مگر هیچ چیز کاری ازش نامد چون ضربه بسیار کاری بود. گل دوم گل سوم از بهترین گلای تا امول از این تورنمنت است. همه گل مهم است مگر او گل و این گل انشالله نمبر 4 ماست که ببینین که ببینین باز امید پوپالزای بله. باز گل زدن، باز دو گل دوم خود در مسابقه زد و ببینین که فضل خدا چه صمیمیت در بین تیم است. وقتی که یکی گل میزنه خوشی هم است، همه میتوان که تبریک بگوین و میاین به کوچ خود تبریک میگن و همچنان نگفته نمونه دکتر صاحب که کوچشان پیتر شگرد بسیار اکتیو و بچه ها را بسیار تشویق میکرد و بچه ها را بسیار به اصطلاح دایرکت میکرد که اونا چی رقم پیش برن و چی رقم بسیار زیاد زحمت میکشیدن است. بسیار اکتیو زبی جان در مسابقه بالی یک بازی خوب
برد بسیار شرط است باشه. بله. یعنی برد با برد باید بیاین. الحمدلله که امیرویت در بین افغان ها هست و اونا کوشش میکنن که با برد خواهد شود. و اما تو که شما گفتین امیشیگر، اونا گفتن که من خوش ندارم یک سفر یک تیم ببرم. و همیشه ببینین که ما 16 گل در 3 مسابقه زدیم و یک گل کمیال شما دیدین این گل چهارم دیدین این گل گل چهارم ما بود که الحمدلله به ثمر رسید. بله. حالا پس باز من در ویدیو میبینیم که آخری این پایان مسابقه نبود بلکه دیگر گل ها هم بود و این به خیال مالدیو است. بله. مسابقه سوم ما در تورنمنت 4 تیم شرکت کرده بود، یکی خود ما بود و 3 تیم دیگه بود. تیم اول دیدین، تیم دوم دیدین و آل تیم مقابل مالدیو است. نه همین پیشتر مالدیو مالدیو بود خیال مقابل بیوتان. تو بود که ما وقتی که با مالدیو مسابقه را بردیم ما با سیمی فاینال را پیدا کردیم. در سیمی فاینال به شکل کراس بازی میکنن، اول از اونا کده دوم ما، اول ما کده دوم اونا، چون او دوم ما مالدیو بود. هندوستان میایه کده مالدیو بازی میکنن و افغانستان میره مقابل سریلانکا بازی میکنن و هندوستان مالدیو دو سه میبره با یک گل تفاوت. مگر افغانستان الحمدلله امید تیمی که از او برکت پیش آمده بود با 5-0 او را شکست میده. خب بینندگان عزیز، در این قسمت باز میریم به مسابقه بسیار جالبه و سمای فاینال که با مقابل سریلانکا بازی کردن. سکور براتون نمیگیم، اگر میفهمین خب بازم ما میخواییم که ویدیو را براتون پخشیم. البته یک مسابقه بسیار جالبی بود و اونا دفاعی بازی کردن. مسئله که زبیجان تا شکست سیمی فاینال مانند در نیمه نهایی، یعنی از این مسابقه را اگر ما ببریم ما به دور آخر مسابقه که مسئله قهرمانیش را پیدا میکنیم و الحمدلله و تام شد. ببینیم. خب میریم در ویدیو دیگه. مسابقه با مقابل سریلانکاست. قسمت اولش آف تایم اول است. این شوت هایی شد که موفق نشدن گل بگیرن مگم پرشر آوردن برای بله. اونا هم حالت دفاعی را گرفتن و از سرعت خوب برخوردار هستند. در 3 دقیقه آف تایم اول خلاص شد مسابقه 0 مقابل 0. 3 دقیقه 3 دقیقه دیگه نه 3 دقیقه نه اوور تایم شد. در 3 دقیقه اول آف تایم نه 3 دقیقه مانده 3 دقیقه مانده به خاطر که در اونجا جروحات جد بود و با از خاطر جروحات 3 دقیقه اضافی داد. بله. اینال در می 3 دقیقه که مانده بود ما تانستیم انشالله که یک گول بزنیم. حالا میبینین که جای کارنر شده. بله. در این کارنر بله در اینجا متوجه باشین که فکر میکنن که اینجا آفساید میشه، مگر آفساید نمی باشه. بعد از روی بله. که ببینیم 3 نفر از مدافعین افغان سر تو پاوله میکنه و فکر میکنه که آفساید است، مگر آفساید نبوده. و باز از یک زاویه دیگه این مسابقه رو نشان میده که به اوج به خوبی آدم میبینه که آفساید نیست. ببینین تو به طرف گل حریف کیک شد، اونا دفاع تو کردن، تو به طرف کارنر رفت، پس تو اومد بله اینا در کارنر و ضربه سر مدافع تیم افغانستان تانست که با یک ضربه بسیار سازنده و محکم توپ وارد گل حریف کنه. به این ترتیب پیش از شروع با آفتایم دوم ما 1-0 با تیم سریلانکا قرار داریم. البته سعید جان هاشمی نمبر 13 در 45 دقیقه آفتایم اول گل در مقابل سریلانکا گل کرد و نتیجه 1-0 به نفع افغانستان. چون خود هاشمی صاحب از مدافعین است و چون قد بسیار بلند داره کوچ وظیفه‌اش است که بگویه در کارنر که کار در جایی که با کلا زدن یا ضربه سر ضرورت است باید برین. امو خاطر اونا آمدن و در اون جای اساس خود قرار دادن. اینجا ببینین معلوم میشه که آفساید نیست. من فکر میکنم نه با خب بس این آفتایم دوم شروع شد. این آفتایم دوم شروع شد. ببینین 1-0 ما بازی رو تا آل ادامه میکنیم. تلویزیون فوتبال سریلانکا 75 ساله شد. حالا سالگرد مسابقه باز هم ببینین همه کالای کسایی که لباس زرد دارن در خط دفاعی هستن.
ما تو که قبلا گفت ببینین زربرن نام خدا گول. این دومین گول تیم ملی افغان بود و گولم کنشکا تایر نمبر 21 نمبر 21 تیم ملی در اینجا دقیقی و این سلام سلام به کوچ است، سلام به ملت افغان است و تبریکی است که از طرف پیلیار بخش همه ملت افغان میتا که انشالله ما راهیه مسابقه نهایی میشیم. نتیجهش امیال افغانستان 2-0. باز ریپلی رو میبینیم؟ بله. اما تو که ما قبلا گفتم ببینیم در چی موقعیت است، مگر میبینیم که پلیر دیگه ما موقعیت خوبتر است. بله. پاس میتن و اون باز ضربه محکم میزنه و گل میشه. ببینیم همه بازیکن تیم اینجا هم این پلیر را که میبینین این یک خطای بسیار کلان در خود داخل محوطه خط جزا انجام داد که از طرف رفی با واسه کارت زرد پنالتی هم داده شد. چرا ببینین این یک بازی کرلس یا بازی که خطر تولید میکنه، صدمه ایجاد بسیار خطرناک بود، خطرناک است و رکلس بازی میگنش و او مرتکب شد، جزا دید، اناله باز هم پنالتی به ما داده شد و این پلیری که خیبر امانی است در گل پیشتر هم یک گل زد، اناله یک ضربه دیگه بسیار مقبوله که گلکیپر میخواست که به طرف راست اشاره بده به طرف چپ و خود به طرف راست انداخت، مگر گل کسی که توپ از تیم افغانستان شوت میکرد یک کمک مهارت داشت، بسیار سرد، خون سرد بود، آیسته به طرف راست انداخت، امکانات 100% گل بود. و دهی نشان میده که تیم مقابل که در باکس خودشان کنترل صحیح نداشتن و و پاس غلط برای بعدی خود برای نفر خود انداختن که باعث پنالتی شد. بله، اینترسپشن شد. و این خیبر جان امانی نمبر 9 در دقیقه 56 سکند هاف گل زد و نتیجه افغانستان سه آرش است. خب این توپی که شما دیدین از دور کیک شد و آرش در نقطه خاص خود قرار داد. آرش یک دقیقه است که وارد میدان میشه. این دقیقه سب شده بود، این دقیقه تعویض صورت گرفته بود، آرش وارد میدان شد مگر فاولی که دو کارنر بود دور انداخت. آرش با چیز خاص دید خاص خود که داشت در جای خود قرار داد که با یک ضربه سر تانست که اینو ببینین از چی فاصله دوری که تقریبا 36 یاردی است ضربه داده میشه و آرش ببینین در موقعیت قرار داره که به طرف که گلکیپر مفته نی به اون طرف دیگه مقابلش توپ قرار میکنه و الحمدلله گل میشه. بهتره ما 4-0 مقابل سریلانکا قرار داریم. بله. آرش جان نمبر 18 در دقیقه 78 تایم دوم و تانست که گول بر افغانستان بگیره و 4-0. نه. تیم مقابل تلاش میکنه که چیزی کنه مگر هیچ چیز کرده نمیتونه. بله. و هر تیم میخواه که گول بزنه میتوان تلاش میکنن، هیچ وقت به اصطلاح امریکایی گیو اپ نمیکنن، یعنی خود تسلیم نمیسازن. مخاطر است که ببینید باز توپ آمد، باز مگم این دفعه اونا لکی شدن به خاطر که در پای گل خورد و بسیار حتما باید گل میشد. مگم خب هر طور دیگه اگر گل شد نتیجه 100 مقابل 0 میشه. نه مگم بسیار مقبول مقبولی را تلاش خود کرد، ضربه خود کرد مگر نتیجه نداد. خیر دیگه دفعه بخیر انشالله. ببینیم در پای خورد گل کپار رو گرفت و حالا ببینیم که گل نمبر 5 ما چطور است. بسیار عملی خوب فیصل شایستر. ببینین پاس و گل. باز هم دوستان عزیز این نتیجه تیم ورک است که خود پلیر در جای است که با توپ که اوقدر امکانات گلش 100% نیست مگر میبینه که پلیر تیمشان در موقعیت بهتر قرار داره به او پاس میده، او به بسیار سادگی توپ میزنه و گل میشه که این فیصل شایسته است
که اولین گولش دمی مسابقه است و آیی آخرین گول افغانستان بود که 5-0. ببینید خاصه و فیصل گول زد. امی پختگی تیم نشان میده که چطور باید که دیگه خود احترام دارن، اعتماد دارن که اینا میتونن توپ گول کنن و ما. اینجا مسئله شخص مطرح نیست، مسئله تیم مطرح است. و الحمدلله اینا از این روحیه برخوردار هستن و با آسانی میتونستن با پاسای مقبول باید که دیگه خود مسابقه را 5-0 به نفع تیم وطن خود، کشور خود خاتمه. فیصل جان شایسته نمبر 8 در دقیقه 89 و تانست که گول پنجم بر افغانستان بزنن. به این ترتیب ما الحمدلله اشروی مسابقه تا امروز، تورنمنت تا امروز با هر تیمی که مقابل شدیم 4-3 و 5 گل دادن، 5-4-3 گل از میدان پیروزمندانه بیرون آمدیم و ما امین افتخار به ملت افغان تبریک میگم، به کوچشان تبریک میگم، به خود بازیکنان تبریک میگم. خدا کنه که امیر روی رضوی جان تو زنده نگاه. بله انشالله، البته زحمت های کوچ بوده و همچنان قراره که شما معلومات دارین از طریق از امی تلویزیون سبا از طریق لایف 4:30 صبح که وقت کالیفرنیا می باشه لایف اینمی مسابقه که در مقابل اینده است، فاینال است، ایره براتون از طریق از امی تلویزیون ایمان براتون پخش میکنیم لایف. دوستان عزیز این مسابقه که سبا صبح بخاطر شما مستقیما از طریق تلویزیون ایمان زنده نشان داده میشه، نظر خود زبی جان بود و گفتن که من حاضر هستم که حتی مصارف ازیره بتم و این مسابقه را من حیث توفیق از این پروگرام به مردم عزیز خود تقدیم کنیم تا اونا هم دعا کنن و آخر تیم ملیشان برنده شود و اونا با یک خوشی و یک کپ به افغانستان برن و دلهای مردم شاد کنه، خنده بر لبانشان بیاره. خب بینندگان عزیز، برای سبا ساعت 4 یا 4:30 ساعتای دان آلارمش روشن کنیم که از خواب بخیزین پیش از نماز صبح و دعا کنین امشب و با پروگرام با تلویزیون ایمان ما پروگرام لایف ساعت 4:30 صبح سبا روز یک شنبه تاریخ 3 جنوری که فاینال ساوت ایجا کپ مسابقه بین افغانستان و هندوستان می باشه که دفعه سیوم است که اینا در فاینال برآمدن، مقابله هم قرار می گیرن. در سال اول که سال 2011 بود اونا بردن مسابقه را، افغانستان باخت و مقام دومی را گرفت. در سال 2013 افغانستان مقام اولی را گرفت برای اولین بار و امسال افغانستان دفاع میکنه و میخواد مقام اولی خود را حفظ کنه و انشالله یقین داریم که اونا به این موفق میشن. در این قسمت بریم یک ویدیوی داریم باز پس میریم. بینندگان عزیز، هایلایت های گیم ها را دیدیم. ما میخواستیم در این پروگرام از هندوستان هم گیمش براتان بانیم که ببینیم که طرف مقابل ما چطور بازی است. مگم چون نظر به کمی وقت نتانستیم گیم براتان بانیم، مگم همه امیدوار هستیم که تیم ما نام خدا یک تیم بسیار قوی و یک تیمی که نتیجه بسیار خوب داده با همچنان با ای کوچ نو بسیار ازش خوش هستیم و آرزومند هستیم که سبا موفق شویم. همی خوشی و یک چیز نیک پس بر افغانستان بار دوم باید ببریم. بله بخیر دوستان عزیز، وقتی که ما با احمد آرش حاتفی صحبت کردم و
اونا امروز به من گفتن که شخص رئیس جمهور هم به کو مربی تیم و هم به یکی از پلیرها که خود آمدار جان بود صحبت کردن و اونا را بسیار تشویق کردن و گفتن شما قهرمانی رو ببرین، استقبالش شخصا از طرف ما صورت میگیرم، ما خودم همه چیزا را ترتیب میدم. و چیز دیگه که آرژان گفت اگر خدا خواسته باشه که ما سبا برنده شویم، اونا به کابل میدن در خوشی مردم اشتراک میکنن و باز به امریکا میاید. اگر ما معل خیر و عافیت امی مقام کسب کردیم، ما طوری که بیشتر وقتی که آرژانشان موفقانه از او تورنمنت قهرمانی آمده بودن، ایده زیاد افغانا لطف کرده بودن، منت گذاشته بودن، با بیرقای افغانی با میدان هوایی رفته بودن و اونجا آرژان را تشویق کردن. این دفعه هم انشالله که ما تحریم میگیریم و انشالله از هر طریق ممکنه که باشه شما را به اطلاعتان میرسنیم. و دوستای دیگه هم گفته که وقتی که آرژان آمد ما یک پروگرام بخش میگیریم و زبیجان گفت که ما باز آرژان را به پروگرام میارم. همه تو جناب عمر جان هم که لطف کرده بودن آرش را در پروگرام پربیننده خود که طریق تلویزیون آریانا افغانستان بخش میشه و دعوت کرده بود، باز هم گفتن که انشالله آرش جان میاریم و از تمام چیزایی که در این تورنمنت صورت گرفته بود قصه ها به شما خواهد کردن لایف. فقط آل دعا کنیم که ما را خداوند از این آزمون بزرگ موفق و سربلند بدر بیاره و کپ قهرمانی را تصاحب شویم و به مردم عزیز خود تحفه سپورت ببریم. یک چیز دوم که دکتر صاحب بخوایم علاوه کنیم که آرزو داشتیم و خودم بسیار آرزو داشتم و حتی معلومات هم کردم، مگر نظر به کمی وقت و کار نتونستیم، میخواستیم خودم بریم از اینجا و این مسابقه را ببینیم با هموطنهای خود اینجا باشیم و متاسفانه استیدیوم که هستک به خیال از شارهای کلان دوستان در طرف جنوب هستک، شش فاصله بله. و برای افغانهای ما که مقیم دوستان هستن بسیار سخت است که بیاین و خوب آرزو داریم که داینده و از کل یکانه چیز دیگر ما میخوایم علاوه کنم ای کس که ببینیم که بعد از او که مشکلات هایی که به افغانستان آمد، مردم ما از هر جای، از اروپا، از امریکا، از مملکت دیگر و از خود داخل افغانستان دست با هم دادن و یک چیز مقبول جور کردن که امیدوار هستیم امی خوشی ما ادامه پیدا کنه سبا صبح بخیر انشالله. و انشالله انتظار از این داریم. بسیار مسابقه جالبه می باشه، از همه ایتان خواهش میکنیم که ببینین این تلویزیون ها را ببینین و این مسابقه را تماشا کنین. البته آرش جان که یکی از پلیرهای خود ما که از این شهر ماست به اونجا می باشه، از ما نمایندگی میکنه، تابال بسیار نمایندگی خوب کرده و در مسابقه 2013 بسیار رول مثبتی بازی کردن که تانستن چمپینشپ رو ببرن و انشالله انتظارشان داریم که چی وقت پس میان باز اونا که آمدن با شما اونا رو میاریم که درباره اکسپیرینس خود با ما معلومات بدن. فقط علی ما به دعای شما ضرورت داریم، اونا را از دعایتان فراموش نکنین. خداوند همه ملت افغان همیشه سرفراز و سربلند و کامیاب و خوش و باصحت باشه. بینندگان عزیز، وقتی پروگرام ما به پایان رسیده، اما باز میگیم که فردا که روز یک شنبه تاریخ جنوری 3 ساعت 4 نیم صبح از طریق همین تلویزیون ایمان، تلویزیون خودت شما، به طریق لایف مسابقه افغانستان به مقابل هند که برای آسیای جنوبی، قهرمانی آسیای جنوبی میباشه، فردا میتونین از طریق از همین تلویزیون لایف این مسابقه رو ببینین و ما دیگه کدام گفتنی ندارم. فقط طالب دعایتان هستیم و دعا میکنیم که خداوند افغانا را همیشه در هر میدان کامیاب و موفق و سربلند داشته باشه و خداوند سبا روزه باشه که همه ما در این وقت و شادی کنیم و تیم خود در خوشی تیم، در خوشی ملت خود سهیم باشیم. دعا میکنیم که همونطور که کل ما دست با هم دادیم و این موفقیت انشاءالله سبا میبینیم، شما هم یک روز شوه که افغانستان آرامی بیاره و ما کل ما دست با هم بتیم و وطن خدا آباد کنیم انشاءالله. خدا حافظ، خدا حافظ با امید پیروزی.
نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 12 ماه جدی سال 1394 خورشیدی. در آغاز سرخط چند خبر. پرده برداری از فساد گسترده و مکتب‌های خیالی در دوره کار فاروق وردک در وزارت معارف با پنهانکاری ریاست جمهوری از پخش این گزارش. نبرد سخت میان نیروهای دولتی و طالبان در بالسپولی مارجا و رهایی 44 نیروی دولتی از بند طالبان در بالسپولی گرشک. خودی زندانیانو که 10 نفر از ملی اردو سرتیری و 2 نفر هم پکی پلیس و نور باقی کسان ملکی کسان بود. خوشبینی ریاست جمهوری از عملی شدن برنامه حکومت وحدت ملی در سال 2016 میلادی. تمرکز بیشتر رئیس جمهور افغانستان در خصوصا فصل زمستان و فراتر از او بالای موضوعات اقتصادی باشد. افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نسبت به یک سال پیش.